آقای نگهده، من از شما یه سوالی دارم. یه قسمت آخر صحبتتون خیلی خوب بود که این جنبش سبز رو نگهده، ولی که سوال اول من این هستش که شما که پی بردین که با ولایت فقیه نمیشه کار کرد؟ این سوال اول. کی پی بردن؟ کی پی بردین؟ خب یعنی اون موقعی که اعصاب دیگه که البته من با خودشون حرف دارم نوشتن که من اتحاد برای طرد رژیم ولایت فقیه و شما اعتراض میکردین، میگم من با خودشون حرف دارم، تفاهم نشه که من مثلا الان تودی هستم اینا، نه. و یکی دیگه سوال این بودش که شما گفتین که در این شرایطی که خفقان هستش، زور هست، یه همچین چیزی به وجود اومده. در زمان شاه هم یه همچین چیزی به وجود اومده بود. بیژن جزنی تو خود زندان نوشتش که آقا ما به زبان مردم صحبت نمی کنیم، ما فلسفه‌ای صحبت میکنیم. یه نفر میاد با زبان مردم صحبت میکنه و حکومت میگیره. دیدیم که خمینی اومد گفت سند زمین دست کف بی‌نواس است. همین حرفی که مجاهده میگفتن، تودی ها میگفتن، چریکا میگفتن، اونجا مردم نمیفهمیدن. پس هیچ موقع در این شرایط فقط این جنبش سبز به وجود نمیاد. در تمام از قبل مشروطیت تا الانه هر موقع که زور اومده مردم حرکتش میکردن. و یکی دیگه نه، سوال دومتون نفهمیدم. سوال دوم همیشه این حرکت بحث احسان نظر کرد. یک سوال نمیشه. نه چون دیگه شما جمع بندی کردید. ببینید همین اینا مربوط به سوال میشه. میدونم ولی دو دوره شما پرسید. همینا مربوط به سوال میشه. ولی کن سوال ما از شما اینه که آقای کروبی یا آقای موسوی رو نگه دارید. به خاطر اینا هستش که ما میتونیم برگردیم ایران. آقای موسوی یا آقای کروبی حکومت میکردن که ما مجبور شدیم از ایران برگردیم. فرار کنیم. ولیکن این جنبش سبز مال آقای موسوی و آقای کروبی نیستش. من اونجا بودم. جنبش سبز از پایین بلند شده. از پایین بلند شده. این جنبش سبز تعلق به آقای موسوی و کروبی نداره. ولیکن جنبش سبز رو نگه داره. حالا شما، من نظر شما نمیخوام بینم. آیا کروبی و موسوی جنبش سبز رو به وجود آوردن یا جنبش سبز موسوی کروبی رو به وجود آوردم؟ بله، مرسی. ببینید، من در مورد ولایت فقیه من هیچ موقع نگفتم نمیشه باش کار کرد. گفتم اگر، همیشه اینم تکرار میکنم، میگم اگر ایشون بخواد به عنوان مسئله حکومت رو، یعنی دولت و مجلس رو دخالت نکنه، ما یک مسئله مهممون حل شده. تلاش میکنیم که ایشون هم انتخابی باشه، اونم اگر هر مقام دیگری میخواد. من آرزوم این بوده، همیشه هم نوشتم و گفتم تمام نهادهای کشور انتخابی بشه. ولی اگر بخواد ایشون هم وزارت اطلاعات رو، هم مجلس رو، هم دولت رو، هم سپاه رو، هم بسیج رو، هم همه مملکت رو بخواد اداره بکنه، نه، باش نمیشه کار کرد. تا الان دوره آقای خاتمی اینجوری نبوده. رژیم ولایت فقیه رو میشد تحمل کرد. من قبول ندارم ولایت فقیه با شعور انسان، با شعور انسان مدرن ها سازگار نیست. ولی اینکه میشه باش کار کرد یا نمیشه کار کرد بسته به اینکه چقدر اون پاشو دراز بکنه. این در مورد قسمت اول سوالتون. قسمت دوم میگید که جنبش سبز مال آقای کروبی و موسوی است یا آقای کروبی و موسوی مال جنبش سبز. 100% مفهوم دومه. اصلا من آقای موسوی و کروبی رو حسنشون رو دیدیم که صدای مردم رو شنیدند. آمدن گفتن آقا ببینید مردم چی میگن. این مردم هم هستن تو این جامعه ما. بنابراین مردم هستن. اگر نه آقای موسوی و کرمی، اصلا هیچ رهبری، هیچ کسی اون بالا میره به وجود نمیاد، مگر اینکه به تعبیر من ها، یک نمونه هم ندارم، خودش رهبر بشه. به تعبیر بجز اینکه یک فشاری از پایین اعمال بشه که شما این کارو بکن. حالا این ممکن است طبقات بالایی باشه، ممکن است طبقات غیر حاکم باشه. آقای خامنه‌ای هم همینجور. بحثش مفصله که نه، صدای بخشی از قدرت رو، منابع قدرت رو شنید. منابع قدرتی که آقای کروبی و موسوی شنیدن منابع قدرت مدنی بود.
ایشون ممکنه منابع قدرت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، دفترهای فلان رو بشناسه. اونم یک صداست که میشنوه، فشار از بیرونه. حالا بحثش اینجا نیست، من وقت دیگران رو نمیگیرم. ولی جنبش، جنبش آقایون. جنبش درسته، ولی آقای موسوی هم وزیر بودش. من اونا بحث دیگه است. خوشبختانه آقای سید دکتر مهاجرانی به زبان فارسی صحبت کردن. 9 سال پیش یادم است که ایشون اینو به عنوان دیباچه عرض می‌کنم راجع به جهانبندی در وستمینستر صحبت کردن که بنده اونجا بودم به زبان انگلیسی هیچی نفهمیدم. حالا که ایشون به زبان فارسی صحبت کردن، بنده صحبتاشون رو خوشبختانه فهمیدم، چون البته از فضل و ادب فارسی ایشون بهره‌مندی بسیار زیاد دارن. بنده یکی از بنیادگذاران شاید بنیادگذار اصلی کنفدراسیون دانشجو بودم که امسال 50مین سالش گذشت. ولی شنیدم اخیراً که حتی مطابق سنت اسلامی آقای دکتر یزدی و دیگران ادعای کردن که بچه مسلمان ها بودن که کنفدراسیون ایجاد کرد. به طور کلی این قصب و غارت از زمان خود حضرت محمد البته شروع داشته، این سنت اسلامی بوده که همه چیزها رو به خودشون برمیگردونن و این چیز تازه ای البته نیست. حالا ایشون رو بنده مقاله از آقای عطاءالله مهاجرانی خوندم راجع به اتاق فکری جنبش سبز. حالا اتاق فکری جنبش سبز هم ایشون اشغال کردن. البته قدمتون مبارک باشه، امیدواریم که. ولی بنده چند تا سوال دارم. من 2 دقیقه رفت چون واقعا وقت بقیه ضایع میشه. سوال بشه. بله ولی سوال داری ببینی وقتی دیباچه بود. لطفا بس خواهش کنم تو 1 دقیقه جمع بندی بفرمایید سوال دارید. جمع بندی حرفی که نزدم که جمع بندی. خب شما قسمت دیباچتون بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که من میخوام شما شاید خود آقای دکتر سید مهاجرانی این مقاله ای که 6 سال پیش 1281 6 سال پیش آقای صدرالدین الهی نوشتن، مایوسم کردی خاندایی نسبت به آقای مهاجرانی نوشتن. نویسندهش صدرالدین الهی نبود. بله چرا صدرالدین الهی یعنی تقیه مختار در نوشته این چیزهایی که شما گفتید، میخوام ببینم که آیا بر اون پایه‌ست علاوه بر همه اهانت‌هایی که به مردم ایران کردید که اون زنجیر عدل به یه خط فقط اینو کشید و غیره، داری مردم ایران 6000 سال سابقه داشتن پیش از ساسانیان که در حقیقت شیعه امروزی ماست و بنیادگذارش خود ساسانیان بودن، مراجعه می‌کنه به اون زنجیر عدل، ما 6000 سال سابقه داریم. ولی من از شما میخوام یه سوالی بکنم. شما میگه جنبش سبز ما در پی باز پس گرفتن آرای ریخته شده به صندوق های انتخابات اخیر است و لاغه یعنی هیچ کاری دیگه ما نداره. با آنهایی که با این جنبش همراهن نباید هیچ خواست دیگری را بر این خواست بیفزاید. این در حقیقت نمیدونم این اسمش زورگویی میذارین یا سیادت میذارید، سیدا میتونن حرفی رو بزنن. این کاری کرد. جنبش. باز جنبش سنگین کو، بار جنبش سنگین. ولی البته مقام معظم رهبری. جناب سر. میخوام از شما بپرسم شما وقت بقیه داره ضایع میشه. مثلا سوال ببندید. اجازه بدید من جلسه رو اداره می‌کنم. شما مثلا سوال زیادتره. بله بذار بپرسم. این مقام معظم رهبری. فعلا ضمن تشکر از شما مثل خواهش میکنم فعلا من چند نکته رو عرض میکنم. اولا انگلیسی من مثل همون 6 سال پیش همچنان مثل زور ملا که تغییر نکرد در هر حال به رغم این سالهایی که گذشت. بله اما نکته ای که خدمت شما عرض بکنم، ببینید صحبتی که من داشتم در
امریکا در کالج دانشجویان که پیرو همون هم آقای مختار مقاله‌ای نوشتن که مایوس هم کرده که شما اشاره کردین که نوشته ایشون بود. این صحبت بیش از یک سال پیش در واقع بود، یعنی در یک مقطع دیگری به لحاظ زمانی مطرح شد. اون موقع هم اتفاقا کسی از ایرانیانی که از پژوهشگران درجه اول ایرانی هم هست صحبت کردن و گفتن که کاری بکنین که جنبش سبز زود پیروز نشه. در واقع سخنشون این بود که ما کاملا این حرکت رو با تدبیر و تأنی و تأمل پیش ببریم. در صحبتی که من داشتم این بود که در اون مقطع به تبع که صحبت میکردیم، کما اینکه شما میبینید که بین ویرایش اول و دوم منشور سبز هم تفاوتی ایجاد شده، در اون مقطعی که مطرح بود تمام در واقع جهتگیری سخنگویان جنبش سبز، کسانی که صحبت میکردن، این بود که رأی ما کجاست؟ انتخاباتی برگزار شده، رأی ما نادیده گرفته شده، این رأی ما رو پس بدین. این در واقع شعار اصلی بود. طبیعی است که به این سخن توجهی نشد و این شعار با شعارهای دیگر تبدیل شد، تغییر پیدا کرد و به این نقطه‌ای که در واقع رسیدیم است. و طبیعی است که من هنوز هم وقتی که مقاله می‌نویسم یا صحبت می‌کنم از مقامات با عناوینی که دارن استفاده می‌کنم. این در واقع عناوینی است که در کشور ما رایج است و مرسومم هست، منتقد هستم، ولی دلیل نمی‌بینم که در هر حال عناوینی که وجود داره، ضمن اینکه در اون مقطع هم من معمولا نمیگم مقام معظم، من همیشه میگم مقام محترم اگر بخوام اشاره بکنم. اگر هم به مقام محترم اشاره نکنم میگم آیت الله، همون عنوانی که آیت الله خامنه ای دارن، و این رو خلاف در هر حال روحیه انتقادی و نقد هم نمیتونم، یعنی به همین شکل مطرح میکنم. نکته دیگری هم که شما اشاره کردیم به بحث اتاق فکر، موقعی که بیانیه‌ای رو ما منتشر کردیم به اتفاق 5 نفر از دوستان، یک مصاحبه من کردم، چون ادهی گفتن که اینها اومدن میخوان الان بیان سرنوشت جنبش سبز رو در دست بگیرن، بگن ما در واقع مسئولش هستیم، اتاق فرمان جنبش سبز دست ماست. علتش این بود که خب قبل از اون جمع ما و اون بیانیه، جمع دیگری بیانیه‌ای داده بودن که رهبری جنبش سبز به خارج منتقل خواهد شد و از این قبیل. در اون صحبت من گفتم که نه، ما جمعی هستیم که یک در واقع اتاق فکر هست، البته دارش همایون اصلاح کردن این تعبیر من رو هفته بعد و گفتن سرای اندیشه بهتر از اتاق فکر هست، که حقا با ایشون بود. من معتقدم هر جمعی که در جنبش سبز هستن میتونن بحث بکنن، میتونن نظر بدن، در واقع اتاق فکر یا سرای اندیشه هستن. اون موقع البته ما یک سرای اندیشه رسمی برای جنبش سبز نداشتیم. الان شورای هماهنگی راه سبز امید همون اتاق فکر رسمی و معتمد رهبران جنبش سبز و مردم ایران هستند، کما اینکه بیانیه‌های اونها مورد توجه قرار میگیره. و به طبع اون بحثی که اشاره کردم که اتاق فکر، صرفا در واقع ما جمعی هستیم که نظر میدیم، هر جمع دیگری خود شما میتوانین به شکل یک فرد با فردیت خودتون یا با جمعی که با شما همراه و هم نظر هستن مطالبی که به نظرتون میرسه مطرح بکنید و توجه بکنید. نکات دیگری هم در صحبت شما بود، چون به موضوع بحث مربوط نیست به طب من با معذرت بهش نمیپردازم. دوست عزیز اجازه بدید آقای شما سوالی نپرسیدم، شما سوال نکنید، چنین سوالی نپرسیدم. آقا بزنین بخونم بگم اجازه. دوست عزیز اون دوستان اومدن سوالای دیگه‌ای دارن غیر از شما، یه پشت سرتون نگاه کنین، یه جمع زیادی اومدن سوالای دیگه‌ای دارن، سوال شما براشون جالب نیست، همش سوال شما جواب داده بشه. دادن حالا بزنین چند در دیگران بود، چند در دیگران بود، اگه نبود آخر سر می‌رسیم دیگه. بعد از جلسه با بعد از اون اگه وقت بفرمایید. با توجه به اتفاقاتی که بعد از 25 بهمن توی ایران افتاد و آقای روسری کردوی رو اول حذف کردن و بعد هم انقلاب مکان اینا معلوم منتقل کردن، وضعیت جنبش ایران در خیابان ها به چه سمت و سوی میره؟ اینکه مشاور ایشون در آمریکا اعلام میکنه که سه تا سه‌شنبه پشت سر هم برنامه هست و بعد هیچ برنامه خاصی واسش داده نمیشه که هدف چیه، برنامه چیه، آیا این یک حرکت
بحث سه‌شنبه‌ها خوب به شکل خودجوش مطرح شد از طرف بعضی افراد یا گروه‌ها از طریق شبکه‌های مجازی بیشتر، ولی شورای هماهنگی راه سبز امید بیانیه پنجمشون رو امروز منتشر کردند. یعنی این گفتن که برای روز زن به تجمع دعوت می‌کنن به عنوان نوع هماهنگی بین جنبش زنان و جنبش سبز که مطرح است. و در صحبت آقای امیر ارجمند هم که دیشب در کنفرانس مطبوعاتی مطرح کردن، اشاره کردن که به موضوعات دیگری هم مثل تحسن، مثل اعتصاب و اعتراض به شکل‌های مختلفی که می‌شود فکر کرد، ما می‌اندیشیم که در بیانیه‌های آتی یا بیانیه‌های دیگری ممکنه مطرح بشه. اجمالاً به عنوان یک راه مشخص برای همین روز در واقع جنبش زنان که قبلش هم خانم عبادی بیانیه داده بودن و دیگران هم صحبت کرده بودن، چنین بیانیه‌ای رو دادن. و اونچه که اهمیت داره این هستش که جنبش سبز بتواند حضور خودش رو نشان بده که ما هستیم، این ما هستیم. از این جهت اهمیت داره که دو نگاه وجود دارد که این جنبش سبز رو انکار میکردن. در مقدمه ویرایش دوم هم به این دو نگاه اشاره شده. یک نگاه، نگاه حکومت ایران هست. شما میبینید که مقامات حکومت ایران هم وقتی صحبت میکنن جنبش سبز رو نادیده میگیرند یا با سکوت اساساً هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. این یک نگاه است. یعنی فرضاً شما می‌بینید که مقاماتی که موقعیت امنیتی و اجتماعی و سیاسی هم دارن مثل وزیر کشور مطلقاً در این مورد صحبتی نمی‌کنه، حرفی نمی‌زنه. دیگرانی هم که به نحوی در موقعیت‌های مهمی هستن مثل دادستان انقلاب تهران اشاره میکنن که در این روز اتفاق نیفتاد، در تهران اتفاق خاصی در یک اسفند نیفتاد. یا وزیر اطلاعات اشاره میکنه که خب مردم مطابق بازار خرید اسفند ماه که به شب عید هم نزدیک میشیم برای خرید اومده بودن. این در واقع نوعی نگاه هست که میخوان نادیده بگیرن از این سو. یک جمع دیگری هم، یک نگاه دیگری هم که ما شاهد بودیم که بیشتر در خارج از کشور صداشون به گوش میرسه، اونها مدام تاکید میکردن که تمام شد جنبش سبز. در واقع این شیوه جواب نداد. اونها از زاویه یک نگاه به انقلاب این نقد رو میکنن، یعنی میگوین که جنبش سبز با این راههایی که آقای موسوی و کروبی مطرح میکنن، با این منشورها، با ویرایش و بی‌ویرایش به ثمر نمیرسه، بایستی به سوی یک انقلاب حرکت کرد و آنچه که اسمش جنبش بود در واقع مرده است. این حرکتی که سامان گرفت مثل دعوت به راهپیمایی 25 بهمن، 1 اسفند، 10 اسفند و حالا هم بیانیه پنجمی که مطرح شد، جنبش رو، حضورش رو نگه می‌داره و حضورش رو مطرح می‌کنه. حالا البته در اینجا هم نظرهای مختلفی رو می‌شود دید. بعضی‌ها معتقدن بایستی فرضاً ما بیایم در یک جایی تجمع بکنیم، همونجا بیستیم تا فرضاً به یک نتیجه برسیم، که حالا این بحث اختلاف نظرهاست. ولی اجمالاً من گمان می‌کنم که با شکل‌گیری شورای هماهنگی راه سبز و امید از اون حالت بلا تکلیفی و یک جور چشم بستن بر وضع موجود یا مخدوش و شبهه‌ناک دیدن آینده ما خارج شدیم و بالاخره جمعی هستن مشورت میکنن با گروه های مختلف و با بیانیه‌ای که میدن راه رو تا حدودی به نظر من روشن میکنن.